میدونستین کارتونای بچگیمون هم سانسوری داشتن؟ یه سری کارتونا بودن که قدیما دهه 60 یا دهه 70 یا حتی دهه 80 یا باهاش خاطره دارن. یه سری همون جمعه صبح به عشق اونا از خواب خودمون میزدیم تا اونا رو ببینیم. اما دیگه کارتونهایی به قشنگی و جذابی اونا نیومد. حالا جالبه بدونین یه سری از اون کارتونای خاطره انگیز سانسوری داشتن و جنجالای زیادی به پا کردن. حتی باعث شدن که ذهنیت بعضی از ماها نسبت به اونا تغییر بکنه. حالا امروز میخوایم 5 تا از مهمترین های اونا رو برای شما عزیزان دل بگیم. راستی عزیزای دل، اگه جدید هستین لایک و سابسکرایب کانال خودتون جوریدنی یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. مورد اول، کارتون خاطره انگیز پتومن. یادتون هست که دوتا رفیق شبیه هم بودن که همیشه سعی داشتن کارا رو به صورت غیر معمول انجام بدن؟ کارتون پتومن توسط شخصی به نام ولادیمیر پیرانگ در کشور جمهوری چک در سال 1976 پخش شد که تا الان هم هنوز ساخت این کارتون قشنگ ادامه داره. اما یه شایعه بود که پتومن هم جنس بازن و به اصطلاح پارتنر هم هستن. این شایعه از یه ویدیو چند ثانیه‌ای که داخل همین یوتیوب پخش شد نشأت می‌گیره. به خاطر جنجال‌های زیاد که این شایعه درست کرد، خود سازنده این بازی رسما اعلام کرد که داستان فقط نشون دهنده دو تا دوسته. مورد دوم، کارتون هیجانی تام و جری. یادتونه کارتون قشنگ تام و جری رو که همیشه با هم سر جنگ داشتن، اما بعضی وقتا هم تام و جری با هم دوست می‌شدن؟ کارتون تام و جری در فوریه سال 1940 تا 2014 توسط کشور ایالات متحده ساخته شد که الان ما شاهد نسخه‌های متفاوتی از اون هستیم که واقعا نمیتونن جای تام و جری اصلی رو بگیرن. کارتون تام و جری هم بدون جنجال نبوده. مثلا یادتونه شخصیت مامی رو خدمتکار سیاه‌پوستی بود که همیشه از کمر به پایینش رو نشون میدادن؟ مامی لهجه غلیظ ایالت‌های جنوبی رو داشت. وجود کفش‌های مامی رو بعضیا توهین آمیز و نژادپرستانه میدونستن و همچنین داخل بعضی قسمت‌ها شخصیت‌هایی بوده که صورت اونا به رنگ سیاه بوده و برای بعضیا این موضوع به گونه نژادپرستانه بوده. یا مثلا قسمت آخر تام و جری هم شایعه‌های زیادی داشت. بعضیا میگفتن که جری توسط تام کشته میشه و حتی عکس‌هایی هم از اون منتشر شد که این جریان رو نشون میدادن. یا حتی بعضیا میگفتن که تام عاشق شده و کارتون با عشق تام به گربه سفید به پایان رسید. اما واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت اینه که تام و جری توی قسمت آخر هر دو تاشون با هم خودکشی کردن. اونا با هم روی ریل قطار نشستن و تمام خاطرات خوب و بد خودشون و عشق تام به گربه سفید رو با هم مرور کردن. جالبه، من به شخص خودم هم تمام خاطراتم به اونا مرور شد و قسمت آخر تام و جری با خودکشی هر دوتای اونا تموم شد و ناراحتی عجیبی برای بینندگان به وجود آورد. مورد سوم، کارتون فوتبالیستا. کارتون فوتبالیستا هم توی زمان خودش کم جنجال به پا نکرد. این کارتون جذاب توسط نوریاکی نگایی در سال 1985 تا 1989 در کشور ژاپن منتشر شد. کارتون سوباسا آخرش هم معلوم نشد که داستان چی میشه. بعضی پایان مشخصی برای اون ندونستن. جنجالی که به پا کرد مربوط به شخصیت جان و مادر سوباسا بود. شایعه‌ای بود که جان با مادر سوباسا رابطه داره و هر وقت بابای سوباسا خونه نبود میومد خونشون. باید بهتون بگم که این شایعه از اساس غلطه. شخصیت جان بر اساس یه بازیکن بزرگ برزیلی به نام روبرتو هونگو بوده که مشکل شبکه چشم داشته و توی جوونیش فوتبال رو میذاره کنار به خاطر مشکلش. دکترها برای درمان بهش گفتن که باید بره ژاپن و اینطور میشه که با کشتی پدر سوباسا میره به ژاپن. با پدر سوباسا داخل کشتی دوست میشن و اون بهش میگه توی مدتی که ژاپنی میتونی توی خونه من بمونی. البته اینم بگم کارتون فوتبالیست‌ها سانسورای هم داشته، ولی خب دیگه نه در این حد. مورد چهارم لیست ما، کارتون میک میک. کارتون جذاب میک میک در سال 1948 به کارگردانی چاک جونز برای کمپانی برادران وارنر ساخته شد، در حالی که قالب اولیه این کارتون رو شخصی به نام مایکل مارت ساخته. اسم اولیه کارتون هم کایوت و رود رانر بوده و بعداً به میک میک تغییر یافته. زمان پخش این کارتون بعضیا میگفتن که میک میک شخصیت خیالیه و وجود نداره، اما کاربری با انتشار عکس در توییتر به همه نشون داد که میک میک بر اساس پرنده‌ای به نام کوکوی دونده ساخته شده. کوکوی دونده پرنده بومی شمال قاره آمریکا است که سرعت دویدن او به حدود 30 مایل در ساعت میرسه. کوکو عاشق خوردن مار و مارمولکه. جالبه بدونید سازندگان این کارتون قصد نداشتن قسمت آخر رو بسازن، ولی دیوید بکام به خاطر پسرش پول زیادی به شرکت سازنده وارنر میده که قسمت آخر اون رو اختصاصی برای پسرش بسازن که داخل اون کایوت بالاخره میک میک رو میگیره. بکام گفته پسرش عاشق کایوته
و هر دفعه که میک میک از دست کایوت فرار میکنه کلی ناراحت میشه و اون این کارو فقط برای پسرش کرده. یعنی یه روز میشه که یکم واسه ما از این کارا بکنه؟ من یادمه توی بچگی ما با کلی گریه و داد و بیداد و بدبختی یه شمشیر پلاستیکی واسه ما میخریدن، آخرش هم با همون شمشیر میگرفتن این چیز ما رو میزدن. بگذاریم، آخرین مورد لیست ما هم مربوط به کارتون فوق جنجالی دوقلوهای افسانه‌ای که کلن زد بچگی ما رو نابود کرد. کارتون دوقلوهای افسانه‌ای توسط ژان شالوبین در سال 1991 در کشور فرانسه ساخته شد. جنجال عجیبی که کارتون دوقلوها داشت این بود که به ما گفته بودن که دوقلوها خواهر برادرن. ما هم که چقدر ساده بودیم که باور کردیم این یه پسر آسیایی با یه دختر اروپایی جولز و جولی که از پدر و مادری متفاوتن با هم خواهر و برادرن. اونا تنها اشتراکی که با هم داشتن این بود که مادر هر دوتاشون سر زایمان مرده بودن. یکم دیگه که بخوام شفاف سازی کنم، واژه ترکی دوقلو اسمی از دوق و لوست که روی هم معنی همزاد رو میده و هیچ گونه ارتباطی با دوی فارسی ما نداره، درست مانند واژه فرانسوی دلوکس که بسیاری فکر میکنن با دوی فارسی ارتباط داره و اگه اینجور باشه لابد ما واژه فارسی سلوکس و چارلوکس هم داریم. خب عزیزای دل، به پایان ویدیو رسیدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید، حتی کانال خودتونه اگه خوشتون اومد حمایت کنید که قسمت دوشو هم بسازم. راستی نظرتون راجع به این سانسورای جنجالی چیه؟ حتما اگه سانسور دیگه میدونید هم توی قسمت کامنت ها به ما بگین. مثل همیشه اینجا هستیم که با هم محبت رو به همه نشون میدیم. عاشقتونم. یا حق. The Apocalypse.